سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز شبکه دریملند و برنامه اسپورت تایم. مهمان ویژه امروز ما جناب آقای آرش مجده جویباری، ملی پوش اسبق تیم ملی تکواندو ایران و کاپیتان حال حاضر تیم ملی استرالیا. خب آقای مجده، یک سلام با بینندگان ما داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما تمام بیننده های عزیز. تشکر میکنم شبکه دریملند که به من این فرصت داده ما در خدمت شما هستیم. آرش مجده جویباری، پس اهل جویبار هستی؟ بله. از اونجایی که من هموطنان ما اسم جویبار که میاد، طبیعتا ناخودآگاه ذهنشون به سمت کشتی میره، چون جویبار پایتخت کشتی ایران هست. چی شد شما تکواندو رو استفاده کردید؟ دیگه کل خانوادمون و پدرمون هممون دنبال ورزش‌های رزمی بودن، بعد از اینجا شد که ما هم رفتیم سراغ تکواندو. از 6 سالگی شروع کردیم، بعد دیگه کل خانوادمون، برادر و خواهر، پدر، هممون هم کروند مشکی و همه به صورت حرفه‌ای ادامه دادید. خیلی قبلا به من گفته بود که خواهرتونم تدریس میکنه. بله، خواهرمون توی خودمون شهرستان جویبار مشغول باشگاه تکواندو داره. بعد سال 2014 که پارسال میشد، قهرمان بهترین عنوان بهترین مربی زن ایران رو گرفت تو رده سنی نونهانا، مثلا در رده مسابقات کشوری. بله. دورای حضور تو تیم ملیتون تو چه رده هایی بود؟ من 2 سال تو نوجوانان، بعد 1 سالم تیم ملی بزرگسالان که 20 سالم بود فکر میکنم که عضو تیم ملی بزرگسالان بودم. بله. دوره نوجوانان فکر میکنم مقام آسیایی، آره، آسیایی دوم آسیایی مسابقات بحرین، تورنمنت بحرین. شما توی 20 سالگی راه پیدا کردین به تیم ملی بزرگسالان؟ بله. سخت نبود؟ چرا، خیلی سخت بود، مخصوصا تکواندو ایران که یکی از بهترین تیمای دنیا است، اول یا دوم دنیا است. خیلی سخته که بتونی تو تیم ملی ایران بری، باشه اگه تو تیم ملی ایران که بتونی بری، یعنی یکی از بهترینای دنیا هستی دیگه. سختی خودشو داشت. زمانی که به تیم ملی بزرگسالان رفتیم، برخورد یوسف کرمی به عنوان کاپیتان با دیگر عنوانداران با شما طوری بود که یه جوان 20 ساله بتونه اعتماد به نفس و حضور تو تیم ملی تکواندو ایران که یکی از بهترین ها هست تو دنیا داشته باشه؟ اون سالی که من تو تیم ملی بودم، جوانای زیادی بودن. احمد محمدی بود، یاسین، بعد بعضی از قدیمی کارا مثل آقای نس، آقای یوسف کرمی، حاجی زواره، اینا هم تو تیم بودن. خیلی خیلی خوب، یعنی رفتارشون واقعا یه جوری بود که آدمو جذب می‌کردن، که آدم یه جوری اونا رو الگوی خودشون قرار میده. واقعا زمانی که به عنوان مثلا اگه با یوسف کرمی می‌خواستیم به صورت حریف تمرین مبارزه کنیم، هیچ وقت به خودتون میدیدین که یک زمانی روبرویشون بخواییم مبارزه کنیم؟ آره، 100%. چون من وقتی که شروع کردم، یعنی تنها هدفم این بود که بتونم یه روزی مسابقات طلای مسابقات جهانی و المپیک، بعد به چیزی دیگه هم فکر نمی‌کردم. چرا به عنوان وقتی که بچه بودم آرزوم بود بتونم مثلا یه روزی بتونم با اینا عکس بگیرم، مثلا وقتی که می اومدم مثلا مسابقاتی که می رفتم، یه آرزوم بود که بتونم مثلا باشم یه عکسی بگیرم. ولی دیگه به جایی رسیدیم که بتونیم با هم تمرین کنیم و توی تیم باشیم و با هم تو مبارزه بزنیم. خیلی خوب. شکستشون هم دادی؟ نه، ما توی وز نبودیم. توی وز نبودیم. زمانی که به اردو تیم ملی رفتین، هادی سایی چه سمتی داشتن؟ بازنشست موقع از تیم ملی خود؟ آره، هادی سایی از تیم ملی خداحافظی کرده بودم. اون سال حادثه مدیر تیمای ملی ایران بود. بله بله، یعنی تمام مدیر تیم ملی نوجوانان، بزرگسالان، امید بود. به غیر از مدیریت تو بحث فنی هم شرکت می‌کرد، همون به صورت دوستانه. یعنی منظورم اینه هیچ وقت تو کار مربی که دخالت نمی‌کرد. نه، مربیای ما استاد مغانلی، استاد بیباک بود، استاد فریبود عسکری بود. فریبود عسکری سرمربی بود. بله. بعد واقعا از نظر فنی واقعا سطحشون بالا بود. بعد حالا شاید خود وقتی مربی با هم که می نشستن، شاید مثلا نظر فنی با هم صحبت می کردن، ولی من نهیده بودم که آقای سایی بیا سر تمرین مثلا نظر بده در مورد تمرین رو بده. که اینطور، از قبل از آقای فریبرز عسکری آقای مهمان دوست بود. درسته. من توی مقاله خوندم مهمان دوست بهترین مربی تاریخ تکواندو سر داره. سام مهماندوست مربی خیلی خوبیه. من هنوز
این افتخارم داده نشه بتونم باش تمرین کنم، ولی بعد از چندین سال ایران رو تونست قهرمان جهان کنه. بعد از 40 سال بعد 40 سال تونست ایران رو قهرمان جهان کنه تو مسابقات اگه شما نکنم کره جنوبی بود 2011. کره جنوبی هم که یکی از حریفان 100%، یک کره جنوبی هم یه دونه از قطبای تکواندو دنیا سلام که تونست اونجا تیمو قهرمان کنه. از بچه‌ای که تو اردو بودن همیشه کسی نمیگفت که مهمان دوست تمریناش یک چیز دیگه است؟ چرا هر تیمی هر بازیکنی یه مربی مورد علاقه داره، بعد چرا خیلی هاشون تعریف استاد مهمان دوست میکردن، ولی بازم استاد بیباک، استاد فریباز اسکر، استاد مقانلو واقعا چیزی اگه بیشتر نشون کمتر هم ندن. صد است. البته من خدمت بینندگان عرض کنم که الان آقای رضا مهمان دوست سرمربی تیم ملی آذربایجان هستن. خب بعد از اینکه اون یک سال آخری که توی تیم ملی ایران بودیم، من واسم سوال پیش اومد که چه تاریخی به استرالیا مهاجرت کردین؟ اگه اشتباه نکنم فوریه سال 2012 بوده. بعد هلی. چه مدت بعد تونستیم به تیم ملی را پیدا کنیم؟ 5 یا 6 ماه بعد ورودم به استرالیا مسابقات استرالیا اوپن بود توی گولد کوست که اونجا تونستم مقام اول رو کسب کنم. مسابقه بعدشون تو مسابقات استرالیان اوپن و اقیانوسی شرکت کرد. درسته. مسابقات اقیانوسی سال 2014 بود که مسابقات اقیانوسی تونستم مقام اول رو کسب کنم. مسابقات خیلی مهمیه به خاطر امتیازات رنکینگ تکواندو، 40 امتیاز داشت که خیلی مهمه واسه امتیازات رنکینگ که تونستم اونجا مقام اول رو کسب کنم. خیلی جالبه. شما از زمانی که به استرالیا مهاجرت کردین 5 ماه طول کشید، یعنی این 5 ماه شما به تیم ملی استرالیا راه پیدا کردین. خیلی جالبه. این برمیگشت به سطح توانایی شما یا نه اون آماده سازی که از ایران داشتین؟ یعنی واقعا این سوال رو خواستم بپرسم که به صورت سخت افزاری ایران و استرالیا از لحاظ تمرینات و آکادمی چقدر با هم تفاوت داره؟ من اون 6 ماه هرچی آمادگی بدن جسمانی فکری همه اون رو از هرچی داشتم از تکواندو ایران داشتم. بعد به خاطر اینکه تیم تکواندو استرالیا هم یه تیم ملی تمرینای تیم ملی قوی مثل تیم ملی ایران ندارن، تو ایران تو تیم نوجوانان که بودیم 4 ماه 5 ماه دوران مدرسه مونم بود ولی مدرسه نمیرفتیم، فقط تو اردوی تمرینی بودیم، ولی تو استرالیا تمرینا 1 هفته 2 هفته. بعد اون آمادگی داشتم 100% به خاطر تمرینا و مسابقات که تو ایران دادم. هست به صورت آکادمیک پس اونقدر توجه نمیشه همونجوری که از نتیجه ها معلومه تکواندو ایران یکی از بهترین تکواندو یه دونه از بهترین کشورهای دنیا است، واسه همین خیلی از نظر تمرینی، از نظر فرستادن به مسابقه، از نظر ساپورت کردن ورزشکاراش خیلی سختش از تکواندو استرالیا بهتر. من توی رنکینگ که نگاه میکردم ایران توی تمام وزن ها از نفر اول تا دهم شما یک ایرانی رو میتونستی ببینی، ولی جالب بود که استرالیا من 2 نفر رو دیدم که یکیشون هم مهاجر بودن، یعنی استرالیایی نبودن. قطعا اونم از بکگراندی که داشتن تونستن به اون جایگاه برسن. نه جفتشون مهاجرن. صفوان که از لبنان مهاجرت کردن، بعد خانومی کامل مارتن هم که از لهستان، پولیشن از لهستان مهاجرت کردن هلوش 20 سال پیش که وقتی بچه بودن اومدن به استرالیا، جفتشون مهاجرت. بعد هر کسی میتونه به تیم ملی کشور دیگه تابعیت بگیره یا نه باید یک شرایط خاصی وجود داشته باشه؟ سوالتون متوجه نشدم. سوال من اینه که به عنوان مثال میلاد بیگی که الان رفته تیم ملی آذربایجان یا اسمش احمد محمد که رفته تیم ملی اتریش، اینها به صورت خیلی عادی دارن اونجا مسابقه میگم یا نه باید یه رضایت‌نامه از فدراسیون ایران بگیرن؟ اگر قبلا تو تیم ملی ایران بودن و از طریق تیم ملی ایران یعنی تیم ملی ایران رو رپرزنت کردن تو مسابقات بین‌المللی، باید یه رضایت‌نامه از فدراسیون ایران داشته باشن.
اگر هم نه تو تیم ملی را نبودن و تا حالا به تیم ملی رده ملی نرسیدن، هیچ نیازی به نامه از فدراسیون و از خود کشور سابق. پس اگر توی تیم ملی حضور نداشته نه. باشن میتونن خیلی راحت توی کشور دیگه تربیت داشته باشن. شما زمانی که با استرالیا اومدی هیچ وقت فکر میکردی تو این جایگاه قرار بگیری بتونی به تیم ملی راه پیدا کنی، کاپیتان تیم ملی استرالیا بشی؟ من وقتی که استرالیا آدم یه جورایی قصد موندن هم یه جورایی نداشتیم. بعد که اومدیم اینجا دیگه واقعا کشور خیلی خوبیه، کشور خیلی خوبیه، بعد تصمیم میگرفتم که کجا زندگی کنم که خیلی تصمیم مهمی هم بود. بعد 6 ماه بالاخره تصمیم گرفتیم که اینجا بمونیم و من و با برادر بزرگترم آقای نوری که تصمیم گرفتیم با هم اینجا بمونیم و الان هم که کل خانواده ما قراره که بیان اینجا. خانواده هم پس خیلی تاثیر داشت توی تصمیم گیری؟ 100%. چون اگر اونا اگر میگفتن که نه احتمالش نیست که ما بیان، یعنی من شانسی که اینجا بمونم خیلی کم بود. یعنی توی ذهنتون هیچ وقت فکر نمیکردیم به این جایگاه برسیم؟ نه. توی تکواندو؟ نه نه. خب خیلی هم خوب. به نظرتون دلیل موفقیت ایران تکواندو ایران تو دنیا چی میتونه باشه که الان ایران و کره بهترینند که حالا ایران همیشه توی رنکینگ اول هست؟ دلایلی خیلی زیادی داره. یکی از دلایلش به خاطر مربیای خوب، تمرینای خوب، تمرینای مداوم. اگه مثلا تکواندو ایران رو توجه کنید، میشه که مثلا سالانه از 12 ماه 8 ماه 9 ماه بازیکن تیم ملی توی اردوهای تیم ملی هستن. بعد تو این یک سال حداقل 8 تا 15 تا مسابقات بین‌المللی میرن که خیلی تاثیر زیادی داره واسه آمادگی بازیکن‌ها و تیم. بعد از تجربه هم که مثلا من تجربه بعد از هر مسابقات بین‌المللی تجربه که میگیری خیلی زیاده. به نظرتون مدیریت آقای پولادگر که الان بودن 21 سال هست که از سال 74 رئیس فدراسیون تکواندو ایران، این هم میتونه تاثیر داشته باشه؟ 100%. الان همونجوری گفتین 21 سال، فکر کنم یکی از تنها فدراسیونهای ایران باشه که هر چند ثبات سال آره ثبات داشته، عوض نکردن بعد از هر یک سال دو سال. بعد فکر کنم اینم یکی از دلایل موفقیت تکواندو ایران باشه. 100%. زمانهایی که به صورت تمرین نمی کنید کار دیگه هم انجام میدین؟ بله، من الان دوتا باشگاه تکواندو مارشال آرتس منیج میکنیم، منیج میکنیم هم درس میدیم که یه دونه تو یاراویل یه دونه هم تو ساوت ملبورن. اسم باشگاهمون هم از فیوژن مارشال آرتس که برزیلین جوجیتسو، فیتنس، کیک باکسینگ، بعد خیلی به صورت اختصاصی هم تکواندو کار میکنیم. خیلی زود شما تو سن 24 سالگی الان دارین تدریس میکنین؟ خیلی جالبه. بله دیگه، این کاریه که به حال رشته‌ای که از سن 6 سالگی شروع کردیم. فکر کنم تنها چیزی که بلدیم همینه تکواندو. شاگرد ایرانی هم داری؟ آره، شاگرد یه دو سه تا شاگرد ایرانی هم دارم. بله. بیشتر از بقیه به اونا توجه رو میکنم؟ نه، آخه داداش کوچیکم هم الان پیشمه، اونم پیش من تکواندو کار میکنن. نه، همه شاگردمون رو به یه چش نگاه میکنن، ولی بازم هر مربی یه شاگرد مورد علاقه داره، ولی دلیل نمیشه چون اونا که ایرانی هم بتونم مثلا بشن شاگرد مورد علاقه هم. تمرین کنن، زحمت بکشن، واقعا بخوان، هدف داشته باشن، منم در خدمتشون هستم، کمکشون میکنم که بتونم به اون هدفی که میخوان برسن. آینده تکواندو استرالیا رو کجا میبینی؟ آینده تکواندو استرالیا به نظر شخصی من که تکواندو استرالیا خیلی داره پیشرفت میکنه، به خاطر اینکه سولوش 4 سال یا 5 سال بود کلا گورنمنت استرالیا هیچ ساپورتی نمیکردن از تکواندو استرالیا. بعد الان یک سالی که دوباره شروع کردم به ساپورت کردن، یعنی اردوهای تیم ملی تشکیل میدن، مثلا مسابقه هایی که میرن به ورزشکارهای حرفیشون یه حقوقی میدن و هزینه های مسافرشون میدن که یه خورده واسه خود ورزشکار راحت تر بشه که بتونن مسابقات رو به اون مرزی رو برن بیان. الان مربی هایی که دارین مربی های مطرح دنیا هستن یا مربی های تیم ملی؟ مربی های مطرح دنیا نیستن، نه. یه مربی های برتر استرالیا، چون استرالیا 10 سال پیش سال 2000 تا به عشق سال 2000 تا 2004 تکواندو استرالیا خیلی خوب بود که تو المپیک 2000 دوتا مدال گرفت.
اگه شما نکنم یه طلا و یه نقره. بعد از اون به بعدم دیگه تکواندوش رفت به سمت چی میگن؟ نزولی. آره. بعد حالا هم که دوباره گارمن شروع کرد به فاندینگ و اینا، حالا داره بهتر میشه نظر ورزشی رو خودم. و خود جایگاه خودتو در آینده کجای این ورزش تکواندو میبینی؟ هدف است، هدف من اینه که بتونم اولین مدال طلای استرالیا توی قسمت مردا توی المپیک بگیرم. بعد اگر هم خدا بخواد بتونم یه روز مربی تیم ملی استرالیا بشم که جوانا کمک کنم بتونم بره. حتما غیر از این نخواهد بود. آرش جان وقتی تونست توی 5 ماه بعد از مهاجرت به استرالیا به تیم ملی راه پیدا کنه، حتما به رده های بالاتر از اینم خواهد رسید. سوال من اینه که خیلی ها میگن که تکواندو کارا بعضی روی حمله نتیجه میگیرن، بعضی روی ضد حمله. نظر شما چیه؟ این واقعا بستگی به سبک مبارزه خودت و حریف مقابلت بستگی داره. بعضی موقعا بعضی حریفا با بعضی حریفا بدلگیری جواب میده، با بعضی حریفا حمله. یعنی عمده ترین تمریناتی که ایران در رابطه با این نوع امتیازگیری انجام میده چیه؟ جفتشو با هم. یعنی یه چیزی نیست که فقط تمرکز میکنن روی زده حمله یا فقط تمرکز میکنن روی حمله. یعنی چیزی که تمرینای خیلی ذهنی زیادی انجام میدن. فکر میکنم مبارزه آخر مبارزه هادی سایه توی المپیک زمانی که 4-0 از حریف ایتالیایی عقب بود، فکر میکنم یکی از علائم پیروزیش همین بود، اون تمرکز فکری که داشت. تمرکز فکریش بود. بعد تجربه‌ای که هادی سایه داشت که دو بار قبل اونم مسابقات المپیک شرکت کرده بود، چندین بارم قهرمان جهان شد. البته تجربه به نظر من تو مسابقه خیلی نقش مهمی داشت. این نوع آموزشی که ایران میده فرمودی علاوه ذهنی خیلی کمک میکنه، حالا سوار این تمریناتی که انجام میده. کشوری هم هست الگو برداری کنه از این موضوع؟ آره، خیلی از کشورهای دنیا واسه همین تمرینای سعی میکنن که بتونن تمرین مشترک بزنن با تیم ملی ایران که بتونن طریقه تمرین کردن ایرانی رو یاد بگیرن. بعد یه خوبی هم تکواندو ایران داره، تیم ملی تکواندو ایران از تمام قهرمانای اسبقش مثلا هادی سایه استفاده میکنه، فرباز عسکری، مجید افلاکی، رضا مهمان‌دوست، الان هم که یوسف کریمی مربی تیم ملی نوجوانان شد، از تمام قهرماناش استفاده میکنه. یه پوینت مثبته که این قهرمانا تمام اکسپریانس، تمام تجربیاتشون رو به بازیکن‌ها و اینا منتقل میکنن که به نظر من اینم خیلی نقش مهمی داره. دو ورش تکواندو غیر از مبارزه روی تاتمی فرم‌های دیگه‌ای هم هست؟ بله، ما تکواندو سه تا بخش کیورگی که مبارزه است، پومسه که به فرم معروفه، بعد هامادان هم که بخواد به شکست اجسام و حرکت های موضوع معروف. به عنوان مثال هادی سایی، الان من مثال میزنم هادی سایی چون که بینندگان ما بهترین تکواندوگر ورزشکار تاریخ ایران، بهترین ورزشکار تاریخ ایران هستم. هادی سایی هیچ وقت نمیتونه توی فرم های دیگه شرکت کنه یا فقط باید فرم مبارزه باشه؟ اون دیگه بسیاری خودشونه، به توانایی خودشونه. توی این 18 سالی که تکواندو کار میکنی تا حالا شده از کسی هم گلایه داشته باشی؟ گلایه که هست، هر تو هر کاری هم گلایه هست، هم خیلی صحبت های خوب. هرچی میخواد دلتنگ یاد بگو. گلایه که یه تنها مشکلی که داشتیم یه سال فکرم واسه انتخابی لیگ بود که تو ایران قرار بود شرکت کنیم. بعد یکی از رئیسای هیئتمون که آقای ولیزاده رئیس هیئت تکواندو شهرستان بود که واقعا در جیبا که خیلی خیلی سنگ جلو پامو میذاشت که نتونم به اون تیم برسم، ولی خب به هر حال مربیان تیم لیگ برتر دیگه نظرش بود که فکر کنم در همون کنم. سال هم بود توی مسابقات جام فجر قهرمان شد. بله، همون سال هم بود که آره مسابقات جام فجر اولش مسابقات کشوری، بعد که دیگه نتیجه خوبی گرفتم و مربیام به خاطر اون نتیجه خوبی گرفتم تونستم به اردوی لیگ
این رو مثلا دعوت بشه. خیلی هم شیرین ترین و تلخترین لحظه ورزشی چی بوده تو ورزش تکواندو؟ شیرین ترین فکر کنم اون لحظه بود که تونستم بردی تیم ملی تکواندو ایران تو بزرگسال راه پیدا کنم. فکر کنم اون شیرین ترین بود. تلخ ترینم فکر کنم امسال بعد از اون آسیب دیدگی که دیدم تو مسابقات بین‌المللی هلند، فکر کنم اون تلخ ترین بود. خب خیلی هم خوب. از زمانی که تکواندو رو شروع کردی الگوی ورزشی کی قرار دادی؟ هادی سعی. هادی سعی. هیچ وقت هم نشد باهاش مبارزه کنی؟ چرا تمرین تو... چرا با وقتی که تو اردو نوجوانان بودیم خانه تکواندو یه کنم یه هفته اگه شما نکنم یا دو هفته اردومون تو خانه تکواندو بود. بعد اون سالی هم بود که هادی سایی داشت آماده میشه واسه مسابقات المپیک 2008 که اون سال ما یه راند با هم مبارزه کردیم. من خیلی بچه بودیم تو اون نوجوانان بودیم. بعد شون هم خیلی کمک کردن، مثلا طریقه رقص پا، طریقه تکنیکا رو تو اون یران خیلی خیلی کمک بزرگی بود که خیلی نصیحت های مهمی بودم کرده بودم. تو واقعا مبارزه با حادثه‌ای خیلی متفاوت تر از مبارزه با شخص های دیگه. مبارزه با حادثه‌ای مبارزه مسابقه نبود. اگه مسابقه بود فکر نکنم الان اینجا بودم تو اون سال. آره ولی اللحاظ فنی میگم 100 درصد 100 درصد قهرمان دو سری قهرمان المپیک قهرمان بعد یه سری برنز المپیک 100 درصد. الان شانست برای حضور تو المپیک ریو چطوریه؟ المپیک ریو به خاطر مسئولیتی که تو مسابقات هلند گرفتم زانوما عمل کردم هلوش 7 ماه پیش. بعد به خاطر همونم از مسابقات جهانی که انتخاب شده بودم برم از مسابقات جهانی از دست دادم، مسابقات بازی های اوگانیسی رو از دست دادم که خیلی مسابقات مهمی بود، مسابقات دانشجویان جهان رو از دست دادم که امسال خیلی سال مهمی واسه مسابقات المپیک بود که من خیلی از مسابقات رو از دست دادم که بتونم که نقش مهمی واسه رنکینگ جهانی من داشت. ولی هنوزم یه شانس کوچیکی هست که بتونیم واسه مسابقات 2016 چند مسابقه مونده که این مسابقات تدارکاتی که برای راهیابی به المپیک مسابقات چه مسابقاتی شرکت کنیم؟ هیچ مسابقه دیگه نموند. فقط تنها راهی که میتونم واسه مسابقات المپیک ریو انتخاب بشم اینکه فدراسیون استرالیا بهم یه شانس بده که بتونم برای انتخابی مسابقات اقیانوسی و بعد از اونجا مگه اول بشم که میتونم مسابقات المپیک. ولی اینکه شانس تکواندو استرالیا این شانس رو بهم بده و یا نده هنوز چیزی معلوم نیست. به خاطر مسئولیت، به خاطر اینکه امسال نتونستم هیچ مسابقه شرکت کنم به جز مسابقات هلند که آسیب دیدم، واسه همین یه ریسکی واسه فدراسیون استرالیا است که بهم اون شانس رو بده یا نه. چون نیدن امسال منو نیدن روی شیاب جا نیدن که بتونم در وزنی که تو شرکت میکنی حرفای قدری هم هستن تو استرالیا تو تیم ملی من همه رو با اختلاف بالا بردم ولی وزنهای پایین تر ولی بازیکنهای خوب هستم. پس آمادگی شما و مسئولیتتون خیلی دخیل هست تو این تصمیم. 100 درصد. بعد المپیک توکیو رو چجور میبینی 2020؟ اون موقع فکر میکنم شما 28 سال سن بالایی نیست برای تکواندو کار توی المپیک؟ 28 سال؟ نه، ما اگه الان استیون لوپس اگه شما نکنم اولوشه 36 یا 37 سالشه هنوزم داره واسه المپیک 2016 آماده میشه با سن 36 یا 37 سالی که هم دوره حادثایی و صفحه وزعسکری بودن هنوزم دارم مبارزه میکنم. چه دلایلی هست که توی فدراسیون جهانی رؤسای ایران هیچ سمتی نداره؟ یعنی ما در مسابقاتی که در کره انجام میشه یا در کشورهای دیگه انجام میشه واقعا اون اجحافی که در حق تکواندوکار ایرانی میشه رو میبینیم. بعضی موقعا این اشتباه از عمد نیست، یعنی واقعا اشتباه مثل هر ورزشی، مثل داور فوتبال داور اشتباه میکنه. ولی از نظر ولی ما داریم مثلا توی تیم ملی ایران یا مثلا فدراسیون ایران کسی رو داریم که سمتی داشته باشن توی مسابقات توی WTF که World Federation World Taekwondo Federation. ایران الان کسی رو داره توی بله خود آقای پولادکر فکر کنم یه سمتی داره توی
WTF 100%. خاطره قشنگ هم داری که برای بینندگان ما تعریف کنی؟ خاطره که خیلی زیاده. این توی 18 سال حتما باید خیلی خاطرهای خوب و بد داشته باشیم. من یادم میاد که بچه بودم باید بعضی موقع با دوچرخه میرفتم باشگاه یا خود مربیم آقای شیدایی که خیلی زحمت زیاد واسم کشیده، یا ایشون با موتور داشت موقع با موتور میرفتیم محل تمرین رو با هم تمرین میکردیم. بعد بعضی موقع منم وقتی که تکواندو شروع کردم واقعا یه تکواندو کار با استعدادی نبودم. بعد این هیچ وقت یادم نمیره، همش هم آخر تمرین چون بدترین شاگرد بودم یه جورایی همش با کمربند، نمیدونم حالا این خوب است بگم یا نه، ولی همش با کمربند رو بدنم استادمون هی میزد. بعد یه سری هم رفتیم خونه، بعد پدرم اومدن بدنمو دیدم گفتم چیه بدن چرا مثلا اینقدر کبود شد. بعد من چیز نگفتم، زنگ زدم واسه مربی گفتم آقا چیکار میکنی بچه رو دارید میزنی؟ بعد مربیمونم در جواب گفت فقط وایس عجله نکن، یه چیزی هست. گفت فقط تن حرفی زد همین بود، گفت عجله نکن، فقط یه چیز حرفی زد. بعد که فکرم 3 سال بعد اون بود که تونستم برم مسابقات نوجوانان. بعد یه خاطره دیگه هم این بود که یکی از باشگاه همون تو قسمت روستایی همون شهر همون بود، بعد باید اون مسیر رو با دوچرخه میرفتیم. بعد توش شهرستان هم که میریم اون قسمت روستاییش سگای وحشی زیادی داره. اون قسمت من همش با اون دوچرخه، یعنی هلوش 200 متر یا 300 متر بود، باید همش خیلی سریع میرفتم. اگه سریع نمیرفتم اون دوچرخه اون سگه قشنگ یا پای من رو میگرفت. یعنی قبل اینکه برسی به محل تمرین یک آماده سازی تو این مسیر انجام بدی، قبل هم بعد تمرین اونم تنها مسیری بود که باید رفتم. خیلی ممنونم که تو برنامه ما حضور پیدا کردی. امیدوارم دفعه بعد که اینجا نشسته باشی در المپیک ریو و المپیک توکیو مدال طلا گرفته باشی. و به عنوان کلام آخر با بینندگان ما تشکر میکنم از شما و دیگر از شرکت دریملند که این فرصت بهم داده شده، از تمام مربی ها که واسه هم زحمت کشیدن، خصوصا اولین مربی آقای شیدایی، مربی های استرالیا کان لازس که مدیریت باشگاهی که الان کار میکنم و داره فیوژن مارشال آرتس که خیلی زحمت کشیدن واسه هم، از خیلی مسافرت هایی که واسه تکواندو میرفتم و خیلی هاشون رو اسپانسر میکردن اینا. بعد خانواده هم که خیلی نقش مهمی داشتن، پدر، مادر، برادرام، خواهرامون که خیلی زحمت کشیدن مثلا. خب خیلی هم خوب، ممنون که توی برنامه حضور پیدا کردید. ممنون اینکه بینندگان عزیز تا انتهای برنامه با ما بودید. پس تا برنامه بعد درود و صد بدرود.